با درود و عرض ادب خدمت شما بینندگان گرامی برنامه خط قرمز در کانال یک، امروز دوشنبه دوم بهمن ماه 1402 برابر با 22 ژانویه 2024، من محمد منظرپور با برنامه تحلیلی خط قرمز در خدمت شما هستم. موضوع و تمرکز برنامه امروز ما بر بیانیه‌ای که جبهه ملی ایران در داخل کشور منتشر کرده در محکومیت تبادل موشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان. در این بیانیه با اشاره به مستندات قانونی بین المللی و منشور سازمان ملل متحد، اساساً اقدام هر دو طرف ناقض اصول منشور سازمان ملل متحد تلقی شده و در مصاحبه ای که من متعاقبا انجام دادم با جناب آقای کوروش زعیم، سخنگوی شورای مرکزی جبهه ملی ایران شورای ششم، ایشون در رابطه با ضرورت صدور این بیانیه و همچنین موضوعات مبتلا به دیگر کشور صحبت کرده. ابتدا نگاهی داریم به بیانیه و بعد وارد مصاحبه با جناب آقای زعیم میشیم. بیانیه 155 شورای ششم جبهه ملی ایران، حمله ایران به پاکستان. جبهه ملی ایران حمله سپاه پاسداران را به کشور همسایه پاکستان محکوم میکند. دلایل این موضع‌گیری نخستین است که حقوق بین الملل عمومی هر گونه توسل به زور و آغاز جنگ را ممنوع کرده است. اخلاق و عقاید عمومی جهانیان نیز جنگ افروزان را نمی بخشند. دفاع مشروع هم تنها تا مدت بسیار محدودی پذیرفتنی است. برابر ماده 51 منشور سازمان ملل، حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا هنگامی که شورای امنیت خود اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، لطمه وارد نخواهد کرد. اقداماتی را که اعضا برای اجرای حق دفاع مشروع به عمل می آورند باید فوراً به شورای امنیت اطلاع دهند. بر این پایه حمله ایران به پاکستان از دیدگاه حقوق بین الملل تجاوز به خاک و فضای همسایه محسوب می شود و فاقد مشروعیت و از دیدگاه روابط دو جانبه ایران و پاکستان و آینده خلاف مصلحت و منافع ملی است. دوم، حمله پیشگیرانه یا حتی شاید با توجه به حضور تروریستای ضد ایرانی در کشور همسایه، حق تعقیب تروریستا در خاک همسایه محمل داشته باشد. اما انجام این اقدام باید با دیپلماسی و مذاکره، یعنی هماهنگی دو کشور علیه جنایتکاران تروریست به انجام رسد. تا مثل مورد اخیر از سوی دولت و ملت پاکستان نقض حاکمیت و تجاوز مرزی تلقی نشود. سوم، تحرک نظامی پاکستان هم با مقابله به مثل و حمله تلافی جویانه به ایران حرکتی عجولانه و نامتوازن و فاقد وجاهت قانونی است، چرا که تروریستا در ایران دست به کشتار زدند و به خاک پاکستان عقب نشینی کردند، ولی چنین حادثه‌ای در پاکستان اتفاق نیفتاده تا پاکستان برای مجازات تروریستای پناهنده به ایران به تعقیب آنان بپردازد. جبهه ملی ایران با تاکید بر ممنوعیت توسل به زور در حقوق بین الملل، جمهوری اسلامی و پاکستان را مؤکداً از ادامه تحرکات جنگجویانه برحذر می‌دارد و امیدوار است که این دو کشور همسایه با مذاکرات دو جانبه هرچه زودتر به تنش حاضر پایان دهند. گفتنی است که اکنون حرکت نظامی ایران و پاکستان احساسات عمومی مردم پاکستان را جریحه دار کرده و ایران را که خود قربانی تروریسم است و می‌توانست با دیپلماسی صحیح توافق ضمنی پاکستان را برای عملیات مشترک ضد خرابکاری به دست آورد، به کشور متجاوز تبدیل کرده. در عمل سپاه پاسداران بدون رعایت موازین حقوق بین الملل نه تنها مواضع تروریستی را منهدم نکرده که به اعتبار و حیثیت ایرانیان به عنوان یک ملت صلح دوست خدشه وارد کرده است. جبهه ملی ایران شورای ششم تهران 28 دی 1402 خورشیدی. جناب آقای مهندس زعیم، ضمن خیر مقدم خدمت شما و سپاس از بابت اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید. آقای مهندس، چه چیزی جبهه ملی رو واداش که این بیانیه رو در این مقطع صادر بکنه؟ این جبهه ملی وظیفه‌شه که این کارو بکنه. وقتی به مرزهای کشور تجاوز میشه و حالا چه گناهش گردن حاکمیت درون کشور باشه چه بیرون کشور، به هر حال ما باید ابراز نظر بکنیم و اعتراض بکنیم. این اتفاقی که افتاد اصلا از دیدگاه ما هیچ ضرورت نداشت و یک
بازی به حال اندیشه نشده بود و باعث شد که تعداد زیادی از هم‌میهنان ما کشته بشن. و اون چیزی که ما رو بیشتر رنج داد که کسانی که تو کشور ما هستن توی ببینجه استان بلوچستان که بهشون هنوز شناسنامه ندادن، اونها اینها رو خارجی عنوان کردن. یعنی ما به هر حال باید به تحرکات جمهوری اسلامی همیشه واکنش نشون بدیم. متاسفانه بیشترشون هم تحرکات منفی و با دیدگاه بسیار غلط. جناب مهندس، یکی از بهانه هایی که مقامات امنیتی در ایران برای عملیات موشکی علیه پاکستان استفاده کردند یا به اون استناد کردند این بوده که این مجموعه جیش العدل که یک جریان تروریستی تجزیه طلب هستش از خاک پاکستان به ایران حمله میکنه و رخنه های مرزی انجام میده، به قرارگاه های مرزبانی حمله میکنه و مسائلی از این دست. سوالی که اینجا برای بسیاری پیش میاد اینه که چرا ایران اقدام به ایجاد موانع مرزی در مرز ایران و پاکستان نکرده؟ چرا مثلا دو ردیف سیم خاردار نکشیده؟ چرا خندق نکنده؟ چرا دیوار حائل ایجاد نکرده؟ مگه میشه مرز باز باشه و بعد انتظار داشته باشه که این اتفاق نیفته؟ مرز باز به دو دلیل، یکی برای اینکه بتونن بازرگانی غیرقانونی بکنن یا قاچاق بکنن از اونجا، به ویژه تریاک و مواد مخدر که از افغانستان میاد به ایران، یا اینکه از اینجا هم قاچاق بکنن به اونجا، مثلا نفت و مواد سوختی و اینا، که مجبور نشن که پولشو به دولت بدن. من فقط مردم رو سرزنش نمی کنم، اینها همه سازمان یافته است. هیچ آدمی، هیچ کولبری جرأت نمیکنه بدون هماهنگی با این مافیاهایی که هست چیزی رو برون ببره یا بیاره به درون. برای این دلیل اینکه این دیوار رو نساختن احتمالا همینه، که بعد هم اگه لازم شد توی فکر کوچک خودشون بتونن افرادی رو که علیه ملت ایران تو خیابونا را بندازن که مردم رو معترضین و ساکت بکنن یا بزنن آسان تر باشه. آقای مهندس، در همین واقعه بسیار ناراحت کننده حمله به کرمان، حمله انتحاری به کرمان، به گفته وزارت کشور 33 نفر از افرادی که جان باختند از اتباع افغانستانی بودند در کشور. خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که کلا 120 نفر متاسفانه از هموطنان ما کشته شدن که 33 نفرشون اتباع افغان بودن. این یعنی نزدیک 30%، حالا کمی کمتر از 30% کل جمعیتی که اونجا حضور داشتن. آیا بر اساس اون چیزی که شما میفرمایید نظام یا بخشایی از نظام داره اتباع افغانستانی رو سازماندهی میکنه برای نمایش های خیابانی و شرکت در تظاهرات دولتی و امثال هم؟ ببینید، به هر حال شمار زیادی، چند میلیون از اتباع افغانستان وارد ایران شدن، اکثریتشون بدون هیچ گونه مدرک رسمی. خب ما به هر حال یه پرسش میکنیم از خودمون وقتی کسی مهاجرت میکنه به ما. البته خیلی بخش بزرگشون مهاجر هستن به ما، یعنی پناهنده هستن به ما، ولی هر شخصی که یا هر کسی که میخواد پناهنده بشه به ما یا مهاجرت بکنه باید به هر حال اوراقشو بررسی کنن، اگه نداره بهش مدرکی بدن که ایشون قانونی وارد کشور شده. اینکه بی قانونی، غیر قانونی میان و تعداد زیادی آمدن غیر قانونی و هیچ مدرکی هم ندارن و دولت هم تحملشون رو میکنه، برای اینکه از اونها استفاده ابزاری بکنن به نظر من. ولی افغان ها مثل ایرانی هستن، اینا یه روزی همیهن ما بودن، به ویژه اتباع حرات و شهرهای نزدیک اون. و
بنابراین نباید با اینا مثل بیگانه رفتار کرد. و همچنین چون افغانستان الان توسط طالبان مدیریت میشه، باید دقت کرد به کسانی که میان اوراق چیزشون رو ببینن، شناساییشون رو ببینن، برشون شناسنامه یا گذرنامه صادر کنن یا اوراقی که بتونه اینا رو شناسایی بکنه که مردم بدونن اینا قانونی وارد شدن. این کار رو نمی کنن. این همیشه برای من یه پرسش بوده، چرا این کار رو نمی کنن؟ آقای دکتر، حالا برگردیم به مسائل سیاسی کلانتر کشور. همونطور که مطلع هستید، جمهوری اسلامی یک تبلیغات وسیع رو برای شرکت در انتخابات مجلس راه اندازی کرده، در صدا و سیما انواع شوها و نمایشها رو دارن اجرا میکنن، میگن حتی بانوان بیهجاب هم میتونن در انتخابات شرکت بکنن. موضع جبهه ملی ایران در رابطه با این انتخابات چیست؟ ببین، جبهه ملی هرگز در انتخابات شرکت نکرده. یعنی من خودم که اصلا از آغاز انقلاب تو هیچ انتخاباتی شرکت نکردم، به جز اون همه پرسی که من رأی منفی دادم به جمهوری اسلامی. ولی تنها انتخاباتی که، یعنی انتخاباتی که من شاهدش بودم از اول انقلاب، انتخابات بنی صدر تقلب شده بود، حدود 2.5 میلیون رأی و مدنی گرفتن دادن به بنی صدر. انتخابات بعدی که من میدانستم انتخابات خاتمی بود، انتخابات خاتمی نسبتاً درست بود، یعنی نسبتاً نسبت به بقیه یک کمی کمتر تقلب شده بود. و حتی در اون انتخابات هم من توی یکی از شهرهای شمالی توی آذربایجان بودم، با فرماندارشون صحبت میکردم، مهمون داشتن، اونا شوخی میکردن و هم که آقا این صندوقای رأی که شما باز میکردید چرا کشاشو باز نکردید، چرا نقشو باز نکردید، نقش رأی رو باز نکردید. یعنی فهمیدم حتی در زمان آقای خاتمی هم که نسبتاً مردم با رغبت می رفتن رأی بدن، باز تقلب شده بود. برای تقلب به نفع کدوم طرف شده بود نمی دونم، به نفع خاتمی شده بود یا به نفع رقیبش شده بود. ولی دیگه بدتر از همه از اون پس مال احمدی نژاد بود، دور دوم احمدی نژاد که مردم به هیچ وجه نمی خواستن رأی بدن. من اونجا 6 ماه زودتر یه بیانیه دادم که من پیش بینی میکنم در انتخابات احمد، 3 ماه پیش ببخشید، بیانیه دادم که در انتخابات پیش رو 7 میلیون رأی، حدود 7 میلیون رأی تقلب خواهد شد. همینطور هم شد. بعدها فاش شد که حدود 7-8 میلیون رأی تقلب شده دور دوم احمدی نژاد. بعد از اون دیگه افتضاح تر بود. یعنی دیگه مثلا زمان همین آقای رئیسی ما یه بیانیه دادیم که ایشون بیش از 10% رأی نیاورده، ولی اونا گفتن 24%. ما نوشتیم که بله 24% رأی در سراسر کشور داده شده، ولی 10%ش مال ایشون بوده. ولی اونا خب 24% رو ایشون داد. بنابراین تقلب در انتخابات همیشه جزوی از انتخابات جمهوری اسلامی، و همین دلیل که ما در جبهه ملی هیچ وقت رأی نمیدیم، نه این دوره هایی که ما گفتیم رأی دادیم و نه حتی زمان خاتمی که خاتمی نسبتاً قابل قبول به نظر میرسید. جبهه ملی به اعضاش گفت شما خودتون تصمیم بگیرید که میخواهید رأی بدید یا نه، شخصی، ولی ما بیانیه سازمانی نمیدهیم. درسته. آقای مهندس، الان به هر حال نظام با شرایط بسیار دشوار اقتصادی مواجهه، در عرصه بین الملل عمدتا به دلیل سوء مدیریت سیاست خارجی دچار انزوای شدید هستش. هر آن امکان این هستش که حتی شکایتی که مثلا سوی عراق مطرح شده در شورای امنیت
ما رو به زیر بند 7 منشور شورای امنیت ببره. آیا به نظر شما هیچ مجموعه اوغلایی در سیستم وجود داره که بپذیره الان زمانشه که به نیروهای ملی فضا داده بشه برای اینکه شاید ملیون بتونن ایران رو از این بحران و از این گردابی که درش گرفتاره نجات بدن؟ آیا اصلا کف عقلانیتی در هیچ بخشی از رژیم شما میبینید؟ پرسش خیلی واضحیه. من هم توی بیانیه هامون هم تو مصاحبه هامون بارها گفتم تنها چیزی که میشه در جمهوری اسلامی، یعنی ساختار جمهوری اسلامی، بی سوادی و کودنیه. یعنی اینا نمیتونن دور رو تشخیص بدن، نمیتونن برنامه ریزی دراز مدت بکنن. هر آنچه امروز میلشون میکشه انجام میدن. به همین دلیل کشور رو به نابودی کشوندن، اقتصاد رو نابود کردن. ما سال 58 که انقلاب شد، من بارها هم نوشتم هم تو تلویزیون رو گفتم که ما صنعتی ترین کشور آسیا بعد از ژاپن بودیم. این شوخی نیست، چون من واردم میدونیم. بعد کشورها من رو دعوت میکردن برای صنعتشون که کمکشون بکنن. الان عقب افتاده ترین کشور در صنعت هسته و فلاکت زده ترین، جز به 3 تا فلاکت زده ترین کشور دنیا هسته. یعنی این 45 سال ما یک سفر منفی 100 ساله کردیم. من این نمی فهمن و به عقلشون هم نمی رسه چه کار. البته ما برای همین پیشنهادمونو که دادیم 3-4 سال پیش و دوبار تا حالا تکرار کردیم که اگر اجازه بدن که، یعنی کنار برن و بگذارن که یک دولت ملی با سواد میهن پرست بیاد و کشور رو نجات بده، ما اعدام رو که لغو خواهیم کرد، حتی مجازات زندان تنبیهی رو هم لغو خواهیم کرد، به شرط اینکه اینها بیان بدون مقاومت برن کنار و مکارشون به پولهایی رو که دزدیدن اونها رو مالیاتش رو به دولت آینده بدن. چون میدونید مالیات پول مفت میدونید چقدر، شما تو آمریکا حتما خبر دارید، و بقیهش هم در این کشور سرمایه گذاری کنن. حتی یک بار حتی گفتیم که تو بیانیه دوممون گفتیم که اونهایی رو که در خارج دارید باید برگردونید اینجا، یا اونجا سرمایه گذاری بشه برای ایران یا برگردونید تو ایران. اگر این کار نکنید ما میدونیم چه کار کنیم، چجوری اینو برگردونیم. ما نگران نیستیم. فعلا اجازه بدید که سلجویانه این انتقال صورت بگیره. ما پاسخی نگرفتیم، مسلما پاسخ نمیدادن. اوایل هم شاید به شوخی گرفته بودن، ولی الان احساس میکنم که یک نسیمی خیلی 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 ضعیف به ما میرسه. نمیدونیم معناش چیه، نه از جایی که مثلا قدرت داشته باشه، ولی از درون میرسه. چون شناخت دارن، میدونن ما اون چی که حرف میزنیم باور داریم. تو جنگ ما اون کاری که میتونستیم برای سربازامون بکنیم کردیم بدون هیچ چشم داشتی، و خودشون اذعان کردن که 10,000 نفر رو ما از مرگ نجات دادیم با تکنولوژی و با دانش و تکنولوژی خودمون. و بنابراین ما در جاهایی فکر میکنم با نظر مثبت نگاه میکنم به ما. اونجا نمیدونیم کجاها، ولی نسیمش گاهی به ما میخوره. آقای مهندس، بسیاری اعتقاد دارن که این خیزش انقلابی 1401 مؤید این بوده که در واقع جریان فکری غالب در کشور جریان ملی هستش،
ما شعارهایی که در سرتاسر کشور شنیدیم شعارهای مستقر و در واقع تأکید کننده بر همبستگی ملی بوده و بسیاری از خانواده های قربانیان در اردوگاه ملی خودشون رو تعریف میکنن. به نظر شما آیا اردوگاه ملی الان در حدی هستش که بتونه ادعای قدرت داشته باشه در کشور؟ ببینید، اگه ادعای قدرت هم داشته باشه باید دهانش رو زیپ کنه. برای به هر حال اونهایی که کشورشون رو دوست دارن محبوب ترین اشخاص هستن برای مردمی که ناراحتن از رژیم. حتی در درون رژیم هم خیال نکنید همه رژیم، ارتش و سپاه و نمیدونم همه ادارات و همه دوستی میکن، دوست هستن و مافیاهای اقتصادی هم زیادن، ولی در درونشون همه اونجور فکر نمیکنن و فقط تحمل میکنن به خاطر اینکه شغلشون از دست ندن، ولی احساساتشون چیز دیگری. و ما چون ارتباط داریم با مردم عادی، ما این نسیم رو به مشاممون میرسه، تا هنوز نمیتونیم تشخیصش بدیم. من امیدوارم اگر این آقایون بیش از این، البته اگر مقاومت کنن و اصرار کنن که این کشور رو همینجور اداره بکنن، ممکنه جریان خونینی رخ بده. و شما به این جریان زن زندگی آزادی اشاره کردید. این روز 12 فروردین 1401 ما یه بیانیه دادیم و گفتیم در 4-5 ماه آینده بزرگترین جنبش ملی ایران علیه رژیم آغاز خواهد شد و اینکه 150 حدود 150 شهر را در بر خواهد گرفت و زنان رهبری اون رو به عهده خواهند داد. و اینو منتشر کردیم با تو تلویزیون، هم یک دو بار من گفتم و اینجور شد. اینو میگم به شما که نبض مردم الان اینقدر ناراضی هستن قابل شنیدنه. یعنی اگر یک سازمان ملی و هر حال دانا باشه، میتونه این نبض و تک تکش رو بشنوه و میتونه که پیش بینی کنه چه رخ داد. کما اینکه ما جنبش 98 رو هم پیش بینی کردیم توی بیانیه حدود 5 ماه زودتر. ما 88 رو که گفتم خدمتتون، ما 5 ماه پیش از انتخابات، یعنی پیش از عید، ما اون رو هم گفتیم که تقلب خواهد شد و مردم به خیابان ها خواهند ریخت و بیش از 10,000 نفر دستگیر خواهند شد، بیش از 500 نفر کشته خواهند شد. اینا رو همه رو ما چند ماه زودتر گفتیم. تمام این جنبش ها رو ما زودتر بیانیه دادیم برشان. بعد میخوام بتونم بگم ما نبض ملت رو پیدا کردیم که چجوری میتبه و میتونیم این پیشبینی ها رو بکنیم، به خصوص که شاید بدونید که ما یه سازمان پژوهشگران هم داریم که اعضای ما، اعضای برجسته ما دائم پژوهش میکنن و میان پژوهش هاشون رو اینجا سخنرانی میکنن و بعضی هاشو همش رو فیلم میگیریم و توی اینستاگرام میذاریم، نه همش رو، اونایی که حساس نیستن رو. بنابراین ما دائم در حال پژوهش هستیم، یعنی یه سازمان مرده نیستیم که بنشینه اینجا گوش به زنگ باشه که در خونه رو میزنن میگن آقا شما بیاید ما رو نجات بدید. ما دائم پژوهش میکنیم و از درون نظام هم چشمشون به این پژوهش هاست. به هر حال امیدواریم، امیدواریم از اون صحنه خونینی که الان ما الان تو چشمم دارم میبینم که پایان جمهوری اسلامی باشه، از اون بتونیم
گذر کنیم و صلح‌جویانه کشورمون رو نجات بدیم. اینجا مهندس سعیم، یکی از سوالاتی که اینجا مطرح میشه خود ظرفیت ها و توانمندی های جبهه ملی ایرانه. به هر حال جبهه ملی ایران شاید کهن‌ترین سازمان سیاسی فعال در درون کشور، هم مبارزین زیادی رو به زندان فرستاده، خود شما سالها در زندان بودید، اتهامات متعدد، افراد دیگر شهدای زیادی رو تقدیم کشور کرده، افرادی که در قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند، در جنگ تحمیلی کشته شدند. الان وضعیت جبهه ملی رو در عرض و طولش چگونه ارزیابی میکنید؟ چون که من اینجا در فضای خارج از کشور که با فعالان سیاسی مختلف صحبت میکنم، دائما این اتهام رو به ما ملیون میزنن که شما هزار دسته اید و دچار انشقاق عمیق هستید و دائما دارید بر ضد همدیگه بیانیه میدید و نمیدونم مسائلی از این قبیل، و یک نگاه فی الواقع به تعبیر میتونم بگم که تحقیرآمیزی نسبت به اردوگاه ملی دارن. شما به عنوان یکی از چهرهای مهم اردوگاه ملی در داخل کشور، وضعیت جبهه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، ما خوشحالیم که این آقایون که شما الان ازشون صحبت کردید همین صحبت ها رو میکنن، چون این به ما امنیت میده. بنابراین ما اوضاع جمهوری در داخل کشور بسیار هر حال قابل قبوله. ما فقط من مثال میزنم که اون بیانیه‌ای که ما برای بایدن دادیم 70 تا از اعضای ما امضا کردن و از این 70 تا 50 خورده ای رو احضار کردن، تهدید کردن. 2 نفر رو که مثلا یه خانومی که آذربایجان، یک دیگه یه شهر دیگه، اینا رو بهشون زندان دادن، حتی تعلیقش کردیم با وکالت این حرفا. و فکر میکنم این واکنش نیروهای امنیتی بود. ترسیدن، هیچ فکر نمیکردن. ما به قول ایشون، یکیشون از بچه های ما پرسیده، شما چند نفرید که 70 نفرتون جگر دارید؟ در حال ما نمیدونیم یا نمیگیم، اگر بدونیم نمیگیم، یعنی خیلی بیش از این شهرستان ها داریم. ولی الان اگه ما خودمون رو خیلی گنده نشون بدیم که خیلی گنده نیستیم، میان مزاحممون میشن. ما باید همین جور با سایه کوتاه حرکت کنیم و فقط مردم رو به این باور برسونیم که طرحهای ما، خب طرحهای ما رو نمیدونم، شما حتما فرستادیم خوندید، ما برای تمام رشته های حاکمیت حکومت کشور طرح داریم، مطالعه کردیم کشور موفق و کشورهای خوشبخت رو مطالعه کردیم، اونا رو تطبیق دادیم با فرهنگ خودمون و اینا رو طراحی کردیم، سیستم انتخاباتی آینده رو طراحی کردیم، سیستم قضایی آینده رو طراحی کردیم، سیستم مدیریتی کل کشور رو طراحی کردیم، منشور حقوق شهروندی رو طراحی کردیم که منتشرم کردیم اینا رو. بنابراین ما دائم در حال کاری. اونها بذارید هر چی میگن بگن، اگه این چیزا رو بگن امنیت ما رو تضمین میکنن. وقتی میگن آقا اینا سرکله هم میزنن، هیچ کاری نمیکنن، به نفع ماست. اینا خودشون نمیدونن چقدر دارن ما رو محافظت میکنن. بنابراین نه، ما دیگه این انتشاراتمون دیگه خودش صحبت حرف خودشو میزنه دیگه. الان توی جلساتی هم که داریم که گاهی تا 40 نفر 50 نفر 30 نفر میان، ما طرحهای خودمون برای آینده برشون شعر میدیم، اگه لازم باشه کپی هم بهشون میدیم که بخونن، که بعدا بیان نظراتشون رو بگن. همیشه گفتگوها توی چیزامون، گرد همایامون خیلی چالشیه و خیلی لذت میبریم، چون طرحهای ما رو چالش میکنن، خودشون یه ایده میدن. یعنی دائم این چیز داره میچرخه، این
شرایط اندیشه و گفتگو داره میچرخه، ما هر جلسه یه ذره باسوادتر میشیم، یه ذره عاقلتر میشیم، این شامل هممون میشه. به خودمون امیدواریم آماده باشیم برای موقعی که این جمهوری اسلامی از خر شیطان پیاده بشه و بدون اینکه گزندی بهش بخوره بره کنار، چون این پیشنهادی که ما کردیم زمان داره، یه دوره زمانی داره. که ما نتونیم تو دوره زمانی اینها رو قانع بکنیم، بعد مجبورن تو خیابون از خودشون دفاع کنن. آقای مهندس، به طور تاریخی جبهه ملی ایران روی یک مجموعه ها یا بخش های مهمی از جامعه ایران مستقر بوده. یکی از اون بخش ها بازار بوده، یکی از اون بخش ها نخبگان دانشگاهی بودند، بخش دیگری حتی جریانات مثلا روحانیت به تعبیری مثلا منورالفکر بوده که همسو بوده با جبهه ملی، شعرا، نویسندگان و امثال هم. آیا جبهه ملی امروز اون پایگاه های سنتی خودش رو داره کماکان، یا اینکه در واقع محدود شده به همین در واقع بازیگرانی که ما میشناسیم و باشون سرکار داریم و در واقع به هر حال بیانیه ها رو میدن و در مجامع شرکت میکنن و برخی وکلا هستن و اینها، آیا اون پایگاه های اجتماعی به نظرتون مستطر هست؟ نه اونجوری که بوده زمان مصدق. ما مثلا تو بازار داریم، یه چیزم فراموش نکنید، الان مثلا به ما پیوستن رسمی خطرناکتر از زمان مصدق. تو بازار داریم، زیاد نیستن ولی تو بازار داریم، کم. توی دانشگاه ها که مسلمه داشتیم، از اون هم استاد دانشگاه هستن، دانشجو هستن، ولی مثلا دانشجویانی که واقعا فداکاری میکنن توی دانشگاه ها داریم، دو سه تاشون که اینجا میان مثلا نوشته های ما رو توی مجله های توی دانشگاه چاپ میکردن، مثلا اونا رو تعلیق میکردن بعد اخراج میکردن. این اتفاق افتاده توی دو سه تا شهر دانشگاه. بنابراین این مثل زمان، اون زمان آزاد نیست. اون زمان الان ما خیلی باید مواظب باشیم که اعضا آسیب نخورن و تماس ها مثلا از حتی گروه های اصلاح طلب که الان زیاد فعال نیستن رفت آمد میکنن با ما، دبیر کلاشون میان اینجا، حالا صحبت هایی داره میکنیم. برحال نه، به اون اندازه نیستیم و اگر بودیم هم نمیگفتیم که هستیم. متوجه هستم. آقای مهندس، صحبت کردین در رابطه با گروه های اصلاح طلب. الان ما میتونیم گروه های اصلاح طلب رو تقریبا به دو اردوگاه مشخص تقسیم بکنیم. یک اردوگاه که اردوگاه آقای مهندس موسویه که به هر حال اردوگاه عبور نظام، اعتقاد داره که باید مجلس مؤسسان تشکیل بشه و در واقع قانون اساسی جدیدی تعریف بشه. یک اردوگاه، اردوگاه آقای خاتمیه که موتور کوچیک اون اردوگاه محفل خانم فائزه هاشمی هستن که بسیار هم فعالن، هم در داخل کشور هم در خارج کشور، و یه پیوندهای خطرناکی هم دارن. مثلا با برخی از جریانات پان پیوند دارن، با برخی از جریانات ضد ایرانی پیوند دارن، و ولی بسیار فعالن. آقای تاج‌زاده هم بین این دوتا اردوگاه قرار میگیره، یعنی یه نقطه بین اردوگاه در واقع آقای خاتمی و اردوگاه آقای موسوی. آقای موسوی که اساساً شاید به لحاظ نظری یه اردوگاه باشه، یعنی خودش یه فرده، من نتورکی، شبکه‌ای نمیدونم، چیزی نمیبینم اطرافش. اگر باب در واقع مذاکره باشه، به نظر شما جبهه ملی به کدام یک از این دو اردوگاه میتونه بیشتر قرابت داشته باشه یا نزدیکی داشته باشه یا حداقل همپوشانی نسبی داشته باشه؟ ببینید، ما برحال همین نام هایی که گفتید، گروه هایی گفتید ما رو میشناسن.
ارتباط های غیر مستقیم بوده، ولی ما به هیچ اردوگاهی مست نمی کنیم خودمون. ما سیاستمون اینه که اگر اونها باور دارن به اونچه که ما برنامه ریزی داریم میکنیم و میخواهیم انجام بدیم، بیان به ما بپیوندن. چون همینجور که شما اشاره کردید، بعضی اینقدر آینده نگر نیستن که با بعضی اردوهای نزدیک بشن، چون بدنامشون میکنه. بنابراین ما اصلا اونا نزدیک نمیشیم، ولی میشناسن ما رو و حتی بعضیاشون به جلسات ما میان ببینن ما چی میگیم. این خودش برای ما خیلی امیدوار کننده است. اینها یواش یواش بتونیم، اگه قراره با هم باشیم، با هم باشیم فقط برای ایران و فقط برای اون چیزهایی که باور دارن ما انجام دادیم و مناسبه برای ایران. یک سوال خیلی خیلی حساس میخوام ازتون بپرسم. در خارج از کشور، اینی که عرض میکنم بیشتر واقعا در خارج کشوره، یک موجی به راه افتاده، عمدتا به شاید بگم به رهبری تلویزیون ایران اینترنشنال، و هدفش تروریستی اعلام کردن سپاه پاسدارانه. بسیاری از جریانات سیاسی خارج از کشور مثل مجاهدین خلق گرفته تا جریانات بعضی از جریانات پادشاهی خواه، همه الان پشت این شعار در واقع ایستادند. به نظر شما این تلاش برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نفع منافع ملی کشوره یا به ضرر منافع ملی کشوره؟ ببینید، خب این سپاه پاسداران، اون بخشی که هدایت میکنه کارهایی رو که دولت هایی که شما نام بردید ناراضی هستن، میخوان اونا رو اصلا توی اون بخش عمده ای نیست. بخش عمده ای سپاه مثل من و شماست و میدانیم اینو نجام میکنیم. بنابراین این گروه هایی هستن که حتی عقلشون نمیرسه که بعضی تحرکات نظامی به زیان خودشون تمام میشه. ولی تو ارتش نیست، فقط تو سپاه. ما روی این هیچ هزار عقیده ای نمی کنیم، چون امیدواریم که اون شخصیت هایی تو سپاه هستن که کارهای اندیشه نشده می کنن و کشور رو به خطر می اندازن و خیال می کنن اگه تفنگ داشته باشن قدرتمند هستن، صبر میکنیم تا خودشون متوجه بشن. ما دخالت کارشون نمی کنیم و اظهار نظرم نمی کنیم، ولی امیدواریم که اون بخش صلح‌جوی، قدرتمند صلح‌جوی سپاه یواش یواش کنترل به دست بگیره و مثل ارتش. ما یه بیانیه دادیم حدود خیلی چند سال پیش که در آینده ما سپاه رو با قوانینی که ارتش داره دلمون میخواد که منتقل کنیم به ارتش. اون کسانی که با دانش و نظام ارتش هماهنگ نیستن، اونها مثلا به مرزداری برن و این ارتش رو دوباره اون جایگاهی که داره بهش بدین و سپاه هم بدون که حذف بشه کارهایی بکنه به نفع کشور، مثل مرزداری یا حتی کمک به ارتش. و این حالت بدنامی که سپاه برای خودش درست کرده یواش یواش فراموش بشه. در حدود 5 دقیقه که تا پایان برنامه داریم، من میخواستم از شما در رابطه با نفوذ روسیه در ایران بپرسم. همونطور که میدونید، از دیرباز، از پیش از انقلاب، بزرگترین
چالش برای اردوگاه ملی در داخل کشور ایادی و عناصر وابسته به مسکو بودند. هم در زمان شاه حزب توده ایران احزاب منشعب از حزب توده ایران گرفته تا در واقع حالا جریانات دیگر. الان خب واضح و مبرهنه که جریان روسوفیل در حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار نفوذ داره. آیا به نظر شما بخشی از این حملاتی که متوجه جبهه ملی هست ممکنه ناشی از اون سیاست راهبردی مسکو باشه برای نابود کردن جریان ملی در داخل کشور؟ احتمال داره ولی احتمالش کمه. الان روسیه خودش مشکلات بسیار زیادی داره و حکومت جمهوری اسلامی هم پیرو روسیه به آقای پوتین بوده تا حالا، ولی اقلا به اینها ثابت شد که روسیه مثل گذشته هرگز هرگز وفادار نیست به قولهایش. الان مثلا مثال بزنم که اینا نمیدونم چرا متوجه نمیشن که روسیه فقط اینا رو مثل گاوی شیرده ازشون استفاده میکنه. چون اینا مثلا چیز ضد هوایی S-300شون رو به ما دادن، پولش هم گرفتن، هنوز راه اندازی کامل نشده بعد از 20 چند سال، ولی به ترکیه دادن 400 دادن، فوری رو اندازی کردن. یکی هم به سوریه عراق دادن، نظر سوریه دادن که اونم درست رو اندازی نشده. یعنی هر جا ایران اینا کمکاری کردن. اونی که بیرون از ایران آخری مثل که به عربستان هم دادن، لازم مولما رو بدون اونا اصلا نمیتونیم استفاده کنیم. و سر جزایر دیدید که آقای لاوروف اومد اونجا گفت باید تکلیف اینا روشن بشه، همینجور که رهبر چین اومد گفت و دوباره تکرار کردن که باید و رفت قراردادهای پولسازش رو با عربستان و امارات بست نه با ایران. یعنی اونها میدانند که رژیم ایران ماندنی نیست. حتی آقای پوتین که این همه پشتیبانی میکرد و خیلی هم هوادار داشت در اینجا در حکومت، الان متوجه شده که اینا پایدار نیستن و نمیخواد توی اون جریان رفتن این نظام مشارکت داشته باشه. الان داره خودشو نزدیک میکنه به عربستان و امارات و خلیج فارس هم میگه خلیج عربی و جزایر ما را میگه با تقریبشون روشن بشه. یعنی کاملا داره پشت میکنه به ایران. ما اینو تو تمام طول تاریخمون از زمان بعد از پتر کبیر دیدیم تا امروز، همیشه روسیه کلا سر ما گذاشته چون احمقا بر کشورمون حاکم بودن از زمان قاجار، هنوزم داره کلا سر ما میذاره و اینا باور میکنن. بنابراین روسیه هرگز اگر اتفاقی برای اینا بیفته قدم به نفعشون بر نخواهد داشت. الان هم داره حساب خودش رو جدا میکنه. آقای مهندس، به پایان مصاحبه ما رسیدیم. میخواستم ازتون بخوام که اگر پیامی دارید برای دولت مردان تهران از جانب اردوگاه ملی و میخواید این رو منتقل بکنید، الان فرصت در اختیار شماست که پیامتون رو بفرمایید. خیلی ممنونم. ما با پیام و با بیانیه خودمون بهشون میدیم. ما جدا نگران آینده حکومت جمهوری اسلامی هستیم که مبادا خونین کنار بره و کشور به چند پاره بشه. اگه به محض اینکه یک جنگ داخلی رخ بده، شکی نیست که طالبان از اون طرف میاد. ترکیه الان از زمان جنگ با ارمنستان یک پایگاه نظامی بسیار قدرتمندی بالای ارس زده، یعنی توی خاک آذربایجان، و که ما اعتراض کردیم. بنابراین عربستان و امارات هم که همیشه دندوناشون تیزه برای ما، اگر اینها بخوان با زور مردم یا با برحال جنگ های خیابانی کنار برن که احتمالش هست، من میترسم که خاک کشورمون
مورد تجاوز و تجزیه قرار بگیره. بنابراین من ازشون میخوام این پیشنهاد ما رو بپذیرن، خودشون میدونن ما حسن نیت داریم و انتقام جو نیستیم و همه چیز رو فدای ایران میکنیم. بنابراین ای گوش به حرف ما بدن، الان تا دیر نشده تحریر که ما دادیم اجرا کنن و بگذارن که کشور یک مدیریت ملی میهن‌پرست غیر دوست داره بکنیم که ما بتونیم بلکه کمی از این پس رفتی که رفتیم جبران بکنیم.